بیفتی؟ حمید رحمانیان نمونه یک هنرمند همه فن حریف و بیقراره. او بعد از دریافت مدرک کارشناسی گرافیک از دانشگاه تهران در اواخر دهه 90 میلادی به آمریکا مهاجرت کرد و تحصیلات کارشناسی انیمیشن رو هم در این کشور پشت سر گذاشت. اما انگار کار کردن در حیطه انیمیشن و گرافیک برای روح کنجکاو و سرکش حمید کافی نبود و او سرانجام دل رو به دریای پرتلاطم فیلم سازی زد. الان من بودم که کاری که میکنم همیشه که کردم یه چوری رفتی به مسئله اجتماعی داشته باشه. سال 2005 رفتم ایران یه فیلم بلند سینمایی درست کردم، دم صبح بود. بعد یه مستند دیگه درست کردم راجع به سفر ملیسا همسرم امریکایی به ایران برای اولین دفعه و آشنا شدنش با کسی که خونه ما کار میکرد و اینا، به نام شهربانو. یه مستند درست کردم راجع به یه مهاجر کره شمالی که آخرین درخواست زندگیش قبل از که بمیره خوردن غذای ایرانی بودش. فیلم درست کردم به نام خانه شیشه یا The Glass House که راجع به بچهای 4 تا از دخترای امید مهر هستش، بنیاد خیریه امید مهر هستش. اینو بچه‌ها رو یه سال دنبال کردم. فیلم‌های کوتاه و بلند و مستندهای اجتماعی فرهنگی حمید که همگی با همکاری همسرش ملیسا هیبارد تهیه شده، به سرعت وارد جشنواره‌های معتبری مثل ساندنس، تورنتو و ونیز و یا شبکه‌های تلویزیونی نظیر PBS شد. اما حمید که ظاهراً باز از یک نواختی و تکرار در کار خسته شده بود، این بار در یک موقعیت فوق‌العاده غیر عادی به فکر یک حرکت فرهنگی هنری جدید افتاد. آخر 2008 بودش که من یه سکرینینگ داشتم توی تورنتو از این فیلم قبل از که شروع کنه به فستیوال و اینا بره. بعد اونجا ما رو دعوت کردن به یه کنسرت راجع به شاهنامه، رستم و سهراب و از این حرفا. بعد ما هم خلاصه خیلی خوشحال رفتیم اونجا. ما هم زیاد آشنایی نداشتم واقعا. یه رو بیگذشت راستش بخوام ما حوصله‌مون سر رفت. گفتیم یعنی برگشتن به همسرم گفتن که ببین ما خودمون ایرونی‌ها این همه مطلب داریم، این همه داستان داریم، این همه گنجینه تصویری یا صوتی داریم، ولی همیشه میریم از خط رسم یه فرهنگ دیگه استفاده میکنیم که خودمون رو ترجمه کنیم و خودمون رو اون چیزی که هستیم و هیچ وقت بیان نمیکنیم. ملیسا گفتش که شما ایرانی هم که همش میگی ما اینو داریم و اونو داشتیم و اینا، اگه راست میگی خب یه کار خودت بکن، چرا همش حرفشو میزنی؟ بعد فکر کنی خب بهترین چیزی که میتونی، وسیله که میتونی اینو هم بکنه، خود شاهنامه است. تمام این کتاب تماماً ساخته شده از نگاره‌های شرقی و نگاره‌هایی که تحت تأثیر مکاتب نقاشی ایرانی بودن. یعنی از اون اول تو ذهنم بودش که ما بیایم این به اصطلاح چاپ‌های سنگی و مینیاتور رو جمعش می‌کنیم تو همدیگه و مثل یه دی جی که میاد به اصطلاح موزیک و آواهایی که تا آردی هستن وجود دارن قبلا ساخته شدن رو جمع میکنه و یک ترکیبندی جدید رو ارائه میده. من اومدم این کار رو با مینیاتور و چاپ سنگی در یک حیطه خاص جغرافیایی در یک زمان خاص جغرافیایی در یک زمان خاص تاریخی انجام دادم. یعنی از قرن 7 هجری تا اواسط قرن 13 اینا رو تمام این مکاتب مختلف از مغول هند، آسیای میانه، ایران و تمام تریتوری عثمانی ها، امپراتوری عثمانی، اینا رو همه رو جمع کردن. اینا مکاتبی بودن که همه تحت تاثیر مکاتب نگارگری ایرانی بودن. حمید ضمن توضیح روش و روند طراحی صفحات تعریف میکنه که چطور طی این 3 سال خودش رو در استودیوی کوچیک خونگیش حبس کرد. به خصوص که قبلا کار سینمایی میکردم، این سویچ کردن که شما بشینی حالا یه ذهنتو یه جوری دیگه فکر بکنی خیلی کار سنگینی بود. به خصوص اون اولش، اون مثلا 8-9 ماه اولش واقعا یه جوری زجرآور بودش، چون اولا خیلی به اصطلاح کار شاقیه، چون هم شما باید
تحقیق بکنی، این تصاویر رو پیدا بکنی، بعدم باید اسکنش بکنی، بعدم باید اینا رو بری پیدا کنی، کاتش بکنی، بعدم باید بیاریش تو کامپیوتر تمیزش کنی، بعد تازه این میشه یه المنت، یه قسمت میشه تو یه دونه تصویر. بعضی از تصاویر من از 720 قطعه تو یه صفحه وجود داره. یعنی هر دفعه من باید برم یه دونه تصویر پیدا کنم. اینا مثلا خیلی زمانبر و واقعا سخت بودش. ولی اینکه چجوری چی کار میخوام بکنم و از اون اول میدونستم، چون اینو اصلا سالیان سال تو ذهنم بودش که من یه جوری این نگاره ها رو یه جوری وارد پاپ کالچر فرهنگ پاپ امریکایی بکنم، یعنی به دست عموم برسه. اینی که میبینین حدود 600 صفحه کتاب هستش، بالای 500 صفحه تصویر توش هست، یه سه حدود 8000 قطعه مینیاتور و چاپ سنگی تو این کار شده و یه سه حدود 460 قطعه برای لی آت روش کار رفته. حمید برای ترجمه این کتاب از احمد صدری، جامعه شناس و مترجم ایرانی ساکن آمریکا، کمک گرفت. وقتی که از ایران به آمریکا اومدم برای ادامه تحصیل در رشته جامعه شناسی، یک شاهنامه با خودم آوردم و در همون سالهای که در دانشگاه بودم هم این شاهنامه رو اول تا آخرش رو خوندم و بعدها وقتی که آقای رحمانیان به من پیشنهاد کردن، البته با کمال میل پذیرفتم که کار ترجمهش رو به عهده بگیرم. در یک منظر میشه گفت تمام جامعه جهانی که به زبان انگلیسی صحبت میکنن میخواستیم یک نسخه ای از شاهنامه، یک تلخیص کوچک و دوستانه ای در دست همه باشه که با این داستان ها، با این اساطیر و حماسه ها آشنا بشن. یک شنوندگان دیگری که در نظر داشتیم جامعه ایرانیان مقیم در خارج ایران هست که گروه بسیار زیادی هستند و اینها میخوان فرهنگ خودشون رو به دوستان خودشون، به جامعه اطراف معرفی بکنن. کتاب شاهنامه حماسه شاهان ایران زمین در اوایل ماه مارس در موزه ایژیا سوسایتی نیویورک برای جمعی از علاقه‌مندان به ادبیات فارسی رونمایی شد. در این کنفرانس حمید رحمانیان، احمد صدری و شیلا کمبی، مسئول هنرهای اسلامی موزه متروپولیتن نیویورک، درباره انگیزه، هدف، روند و چالش‌های انتشار این کتاب با یکدیگر صحبت کردند. بیایم یه کاری بکنیم که این تاریخ نگارگری و نقاشی ایرانی یه جوری دیده بشه، این چیز، این به اصطلاح فرهنگ تصویری که هیچ وقت تو خارج از ایران دیده نشده، یا اگرم دیده شده شما باید یه موزه خاصی باشه، یه گوشه، یه گالری خاصی بریم، مثلا 4 تا مینیاتور و لیتوگراف و یا چاپ سنگی ببینیم. کتاب شاهنامه حماسه شاهان ایران زمین هم اکنون از طریق وبسایت آمازون وارد بازار شده است. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک. شیطان میاد به عنوان یک